Bismillahirrahmanirrahim. Hadisi bistihaftım. Tarifi neki ve günah. Ve anin Nevvas ibn Sem'ana radıyallahu anh. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. El birru husnul huluk. Vel ismu ma hake fi nefsike ve kerihte eyyat tali'a aleyhin nas. Ravahu Muslim. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الإمام النووي حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. از نواس ابن سمعان رضي الله عنه از پیغمبر صلى الله عليه وسلم روایت است که فرمودند نیکوکاری اخلاق خوب است و گناه ناراحتی است که در دل پیدا می شود و بعد می بینی که مردم از آن آگاه شوند. این را امام مسلم روایت کرده است و از وابسه ابن معبد رضی الله عنه روایت است که گفت پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدم، پس فرمودند آمده ای که از نیکوکاری و گناه بپرسی؟ گفتم بله. فرمودند از دلت بپرس نیکوکاری چیزی است که روح و دل با آن آرام شود و گناه چیزی است که در نفس ناراحتی ایجاد کند و در سینه یعنی در قلب شک ایجاد نماید، و اگرچه مردم تو را فتوا دهند و بار بار تو را فتوا دهند. حدیث حسن است. آن را در مسندهای دو امام، امام احمد ابن حنبل و دارمی با اسناد حسن روایت کردیم. فایده های حدیث. فایده اول بیان بزرگی شأن خوشرفتاری. فایده دوم البته نیکویی و گناه از کلمه های جامع است. فایده سوم البته مسلمان در کارهای دینش بر انجام آن چیزی که حلالیش واضح است و شبهه‌ناک نیست اقدام می نماید. فایده چهارم البته مؤمنی که از الله می ترسد و چیزی که قلبش آرام نمی گیرد عمل نمی کند و اگرچه به آن فتوا داده شود، مادامی که در شریعت امری واضح نباشد مانند رخصت ها. فایده پنجم حریص بودن صحابه رضی الله عنهم بر دانستن حلال و حرام و نیکوکاری و گناه، بر دانستن حلال و حرام و نیکوکاری و بدکرداری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.